پس تو حقی نیزارلی رو کشنه ها؟ متکاری نکرده. من کردم. یعنی متکاری نکرد؟ نه. حقی نیزارلی با اسلحه مجوزدار خودش کشته شده. وسط دعوا اسلحه‌اش افتاده بود زمین. من هم از زمین برداشتم و بهش شلیک کردم. اما اثر انگشت مته هم رو اسلحه است. ولی من شلیک کردم. چجوری این اتفاق افتاد؟ صد بار براتون توضیح دادم. برای بار 101 توضیح بده. چه اتفاقی افتاد؟ من کشتمش. حقی اسلحه داشت، وسط دعوا افتاد رو زمین. بعدش از اسلحه رو برداشتم و شلیک کردم و کشتمش. اما زنی که پیشت بود میگه که اسمش چی بود؟ نهال. نهال زن حقیه مگه نه؟ نهال نیزارلی، اونم میگه حقی رو من کشتم، میگه من شلیک کردم. چی میگی؟ صد بار بهتون گفتم نهال به خاطر من دروغ میگه، من کشتمش. اما اثر انگشت اونم رو اسلحه هست. گفتم که وقتی دعوامون شد اول نهال اسلحه رو برداشت، بعدش من ازش گرفتم و به حقی شلیک کردم. چند بار بگم نهال دروغ میگه؟ به خاطر من میخواد گردن بگیره. چرا از دفاع میکنه؟ چه دلیلی داره؟ چرا ترجیح میده بره زندان؟ من حقی رو کشتم. واقعیت اینه. آقا خوش اومدی. ممنون داداش، پرش کن. باشه الان. چند روز پیش یکی رو اینجا کشتن، نه؟ آره داداش، تو روزنامه هم زده بودن، همونجا کشتنش. خیلی عجیب بود، عین فیلم ها بود. اما میگن یارو بد کشتتش. بد کشته؟ یعنی تو ندیدی؟ نه؟ نه بابا. کس دیگه ای چیزی دیده؟ نه، ما تو رستوران بودیم. بعد آدمش که اومدن اونا فرار کردن، اونجا یه کامیون بود. قتل دقیقا پشت اون کامیون اتفاق افتاد. سر صدا شد، از رستوران اومدیم بیرون، اما نفهمیدیم که پشت کامیون چه اتفاقی افتاد. یعنی وقتی شلیک شده هیچ کس ندیده؟ ما ندیدیم. راننده کامیون چی؟ تو ماشینش نبوده؟ راننده کامیون رو چطوری میتونیم پیدا کنیم؟ نمیدونم. این پول زیاده. آره زیاده. حتی اینا رو میتونم بهت بدم. راننده کامیونو کجا میتونم پیدا کنم؟ داداش، اون راننده جنس میبره چانک کاله، هفته دوبار سوختش از ما میگیره. خب کی میاد اینجا؟ دیگه کی میاد؟ فردا بعد از ظهر. محکم بگیر باد نبره. نمیدون آقا. داداش فقط یه چیزی. چیه؟ داداش اما به کسی نگی که من گفتم. باشه قول. این راننده یه شاگرد داره، پسرشه، یه پسر 12-13 ساله. خب خدا حفظش کنه، چه ربطی به موضوع من داره؟ خب وقت جنایت اون تو کامیون بوده، خواب بوده. تیراندازیو دیده؟ من نمیدونم. پلیس هم اینو میدونه؟ نه بابا، اون روز کلی آدم مسلح اینجا بود، اونم ترسید و به پلیس چیزی نگفت.
گفتی راننده کامیون فردا بعد از ظهر میاد اینجا نه؟ بله داداش. داداش پسر راننده هم گفتم. خب برای اون پول نمیگی؟ نه خیر. باشه داداش، خداحافظ. خداحافظ. سلام. از چیزی ناراحتی یا من اشتباه میکنم؟ آره این روزا ناراحتم، خودت که میدونی. پس بذار یه خبر بدم خوشحال شی. پسر علی آقا یه خطایی کرده. چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ آدم کشته. آره میدونم، تو روزنامه خوندم. اون بچه یکم دیوونه است. شما بهش چی میگین؟ کم عقل یا شیرین عقل؟ اون یه بار خونه ما رو آتیش زده بود. اینجور آدم ها حقشونه توی زندان بمونن. آره باید خوب تربیتش میکردن. حالا اومدی همینو بگی؟ نه برای گفتن این نیومدم. اون نریم و قرتی با دخترش دیگه نمیتونن تو رو تهدید کنن، اومدم اینو بگم. چی کار کردی؟ نکنه به مسعود کار داری؟ به نظرت به هم میاد این کارو بکنم؟ پس مسعود رو استخدام نکردی؟ البته که نه. اگه به علی بگن که ما رو با هم دیدن چی؟ نمیتونن بگن. از کجا انقدر مطمئنی؟ شاید منم در مورد اونا خیلی چیزا میدونم، چیزایی که دوست ندارن هیچکی بفهمه. مثلا چطوری تونستن مغازه رو باز کنن؟ بذار فکر کنم. فکر کنم این کمال مغازه باز کرد ولی هیچ پولی نداشت. از کجا این همه پول آورد؟ چی کار کردی؟ پس تو به کمال پول دادی. تو خیلی زرنگی. تو کمال رو با پول خریدی. اما چرا آخه؟ چرا این کار کردی؟ چون که تو گمرک به یه نفر نیاز داری، چون که تو با کشتی محصولات نفتی حمله میکنی، چیزای دیگه ای باش حمله میکنی، چیزای که هیچکی نمیدونه. شما بهش چی میگین؟ قاچق. ها؟ به خاطر همین به کمال پول دادی نه؟ آره چل زن بچهش اینو به کمال یادآوری کردم. دیگه باید خودشون تصمیم بگیرن. عالیه. تو هم یکم دقت کن. چرا؟ چون که علی آقا فکر میکنه ما داریم محصولات نفتی حمل میکنیم، از هیچی خبر نداره. آها فهمیدم. باشه هوب فرموش کردم، من هیچی یادم نمیاد. نریمان خانم کار خوبی رو انتخاب کردین، ماشاءالله مثل بازاریای 40 ساله. چه خبرتونه؟ چه 40 سالی؟ من هنوز 35 سالم نشده. منظورم این نبود نریمان خانم، میخواستم بگم خیلی زود کار یاد گرفتیم. میدونم، ولی وقتی منو مسعود یه جایی میریم اگه کسی نشناستمون فکر میکنن ما دوتا خواهریم. مگه نه دختر؟ حتی میگن خواهر کوچیکم. وا اینو نگاه، مگه من دروغ میگم؟ به خدا راست میگم. مامان تو چرا میخندی؟ اونجورو نگاه کن، کارولین داره میاد. برو تو دختر، ببین چه جوری هم راه میره. بودو بودو. سلام نریمان. سلام مسعوده. چه خبرها کارولین؟ نریمان مسعوده، چرا جفتتون انقدر پکری؟ نکنه کاراتون که ساده؟ نه جونم خوبه، خیلی هم خوبه.
یالا برین تو، برین تو ببینم. برین با این زن کاری نداشته باشین. هنوز نفهمیدین؟ برین تو، زود باشین. واقعا خوب شد اومدیم. سلام خانم، به شرکت زنگ زدم اونجا نبودیم. چرا مصطفی اینقدر گریه میکنه؟ چرا زودتر بهم زنگ نزدی؟ بیا مادر، چه شو زنگ زدم؟ چرا اینقدر تب داره؟ زود به دکتر بگو. عزیز دلم بیا قربونت برم مادر. بیا هیچی نیست. عزیزم بفرمی. سلام، ما پدر و مادر متیا کارسو هستیم. اطلاعاتی در مورد پسرمون میخواستیم. یه لحظه. الو، یه بازداشتی به نام متیا کارسو داریم. میخواستم دربارش ازتون اطلاعات بگیرم. بله بله، باشه، خیلی ممنون. بازجوییش کردن، امشب اینجاست. سرکار فردا چی میشه؟ من نمیدونم، باید منتظر باشین. آخه سرکار ما چند وقت منتظریم؟ هی منتظریم، پس کی میخواد به ما چیزی بگه؟ باید چی کار کنیم؟ آروم باشین آقا، چه خبرتونه؟ صداتونو بیاریم سرکار پایین. من آرومم. سرکار ببینین، میخواییم ببینیم فردا هم اینجا میمونه یا میبرنش دادگاه، چه اتفاقی میفته؟ ببینین، من در مورد این موضوع اطلاعی ندارم و نمیتونم چیزی بگم. میشه لطفاً بریم بیرون؟ سرکار شما نمیدونین، اونم نمیدونه. پس کی خبر داره؟ بعد از کی بپرس؟ خواهش میکنم، بیا بریم ببینیم چی میتونیم بکنیم. برو بیرون. علیا میخوام خونه نیست. هر موقعم که قراره دیر بیام خونه، اون خونه است. ای بابا کش. الو، سلام، پاسگاهه؟ بله. آهانه، من با یکی به اسم علی کار دارم. اسمش علی آکارسوی، پسرش مته اونجاست. من میخوام باهاش حرف بزنم. اسمش علی آکارسو هستش، من زنشم، متوجه میشین؟ من باید باش. علی اونجا نیست ولی من میدونم علی اونجاست، باید باش حرف بزنم. لعنتی، اینم که معلوم نیست کجا رفته. سردته؟ یکم سردمه. اینو بگیر، اینو لازم بگیر. نیست، لازم نیست. بگیر سردته، بگیر جمیله. وقتی اون شب مریض شده بودی و اون وکیل آقا ندیم تو رو برده بود بیمارستان، منم صبح اومدم تا ببینمت. دکتر گفت باید آزمایش بدی و کنترل بشی. اون آزمایش رو دادی؟ جمیله؟ چی؟
فشارت بالا بود، آزمایش دادی؟ وقت نکردم. جمیله یه وقت پیدا میکردی و میرفتی؟ این خیلی مهمه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ همینجوری. بذار بمونه. نه گرمم شد، بگیرش. ممنونم. شبتون بخیر جمیله خانم. شب شما هم بخیر. هاکان با هم تماس گرفت جریان و گفت بلا دوره، خیلی ناراحت شدم، اومدم ببینم کاری از دستم برمیاد. خیلی ممنون، فعلا منتظریم. من هیچ اطلاعی ندارم که پسرتون چطور خودشو درگیر جنایت کرده، ولی دوست دارم تا جایی که از دستم برمیاد کمکش کنم. ممنون. آقا ندیم، دختر من پلین وکیله. البته فکر نمی کنم نیاز باشه، ولی اگه خدایی نکرده لازم شد پلین به پروندش میرسه. ازتون ممنونم. بازم این پیدا شد. کیو میگی؟ ای بابا، ای بابا، ای بابا. چی شده؟ چرا اومدی؟ چند بار زنگ زدم اما نتونستم پیدات کنم. مگه چی شده؟ علی باید بیای برم خونه. مگه تو از جریان خبر نداری؟ من چطور برکنم بیام؟ مهتر رو گرفتن تو پاسگاه، چطوری بیام؟ مصطفی مریض شده. چه شده؟ داشت از تب میسوخت، دکتر آوردم، بهش دارو داد، الان یکم تبش اومده پایین، ولی میترسم شب دوباره تب کنه. بیا بریم، خواهش میکنم. میگم نمیتونم بیام، مته اون توی پاسگاه، جمیله اینجا تناست، این وقت شب نمیتونم تناش بذارم، خودت یه فکری بکن. ولی مصطفی هم پسرته، چرا به فکر مصطفی نیستی؟ چرت و پرت نگو، من به فکر مصطفی هستم. نه علی، تو به مصطفی فکر نمیکنی، تو همش نگران جمیله ای. من ناراحتم، به فکرم نیستی. یه روز میگی آیلین مریضه، یه روز با مته درگیری، یه روز درگیر عثمانی. تو اصلا به فکر مصطفی نیستی، به فکر من نیستی. ساکت مزخرف نگو باشه. نه من ساکت نمیشم. پسر تو مته عقلش رو از دست داده، یا دعوا میکنه یا خون آتیش میزنه. الانم که آدم کشته تو هم نشستی اینجا و نگرانشی. چی داری میگی؟ برو صحبت کن، کاری نکن با مش صورت تو. علی. نکنم. برو علی، برو علی، بذارم دردونت رو خورد کنم. برو خونت، پیش مصطفی باش. جمیله این وقت شب چجوری تنهات بذارم اینجا رو؟ ببین من نمیتونم. من میتونم تنها بمونم. من پیش جمیله خانم میمونم، نگران نباشین. آقا ندیم، من میتونم تنها بمونم. خیلی ممنونم، لازم نیست شما هم بمونین. درست نیست اینجا تنها بمونین. رابیوف، رابیوف، داداش مهتر رو میندازن زندان مامان بزرگ؟ مامان بزرگ میگم داداش مهتر رو میندازن زندان؟ عزیزم به زودی مشخص میشه که بیگناهه، پلیسا میفهمن و آزادش میکنن. ولی هم کلاسی هم چیز دیگه ای میگن، میگن داداشتو میندازن زندان.
تو به حرفشون گوش نده. اونا از هیچی خبر ندارن. یه اشتباهی شده. مته برمیگرده خونه. به زودی همه چی درست میشه. عثمان کجا میری بره کوچولو؟ میرم تو اتاقم نقاشی بکشم. میخوام باغچه خونمونو نقاشی کنم بدم به داداش مته، چون حتما دلش برای خونه تنگ شده. منتظر زهرایی؟ آره آره، امیدوارم نظر هاکان عوض نشه. میرم یکم دراز بکشم. آیلین جون اگه حالت بده بگو خواهر. نه آبجی، نگران نباش، حالم خوبه، فقط میخوام یکم بخوابم. الو، با دکتر تارو کار داشتم. یه لحظه. الو آی تاروک. خدا من، بفرمایید. سلام، من پلینم. خواهر آیلینم، آیلین آکارسای. آها بله، آیلین خانم حالش خوبه؟ منم به خاطر اون زنگ زدم، فکر نمی کردم بتونم با تون حرف بزنم، اما شانسم ما امتحان کردم. از شانسشون من که شکستم. من به خاطر آیلین زنگ زدم، شما گفته بودین میتونیم ببریمش پیش یه دکتر دیگه. پس آیلین خانم هنوز نظرش عوض نشده؟ همینطوره. راستش من برای فردا واسه آیلین خانم وقت دکتر گرفتم، ولی وقتی جریان برادرتون تو روزنامه رو خوندم نتونستم باهاتون تماس بگیرم. بله شرایطمون خیلی بده، اما وضعیت آیلینم خیلی مهمه. درسته. اگه براتون زحمت نیست ما آیلینو فردا ببریم پیش دکتر. در واقع فکر خیلی خوبیه. پس من فردا صبح میام دنبال آیلین خانم. نه خیلی ممنون، شما زحمت نکشین، به حد کافی زحمتتون دادیم. شما آدرسو بفرمایین خودمون میریم. نه خواهش میکنم، چه زحمتی. شما به حد کافی گرفتار هستین. اینم یه کمک کوچیکی که من میخوام بکنم، چیز مهمی نیست. من فردا صبح میام. شبتون ممنون. شب بخیر. فردا صبح آقای تاروک میاد آیلین رو ببره پیش یه دکتر دیگه. انشالله خیر باشی. انشالله. عزیز دلم، قربونت برم مامان جونم، دختر قشنگم. هاکان بیا تو دیگه. نه خیلی ممنون، نمیام. فردا صبح میخوام برم پاسگاه، اونجا میبینم تو. اینا هم وسایل زهراست. خدا نگهدار. مرسی هاکان. بریم تو، سردتون میشه. دخترم اومده پیش مامانش. که من اصل من قبولش برم. اینجا بشین جونم. ماشالله. عروسک من، ماشالله، قربونش برم جونم. ماشالله عزیز دل مامانی. ببینم نقاشیت تمام کردی؟ آفرین. اما تو نقاشیت حرفات هم نوشتی؟ من عکس مته رو کشیدم. فکرایی که تو سر مته هست رو نتونستم نقاشی کنم، اونا رو نوشتم. تو چطوری فهمیدی مته به چی فکر میکنه؟ فهمیدم دیگه. هیچ کس جز خود آدم نمیتونه بفهمه که داره به چی فکر میکنه. تنها راه فهمیدنش اینه که خودمونو جای یکی دیگه بذاریم و دردهایی که کشیده رو حس کنیم و درکش کنیم. اون وقته که میفهمیم اون داره به چی فکر میکنه. ما آدم ها با میزان درک و فهممونه که انسان میشیم.
تبش پایین اومد. خدا رو شکر. امیدوارم دیگه تب نکنم. من برم یکم برات شیر بیارم. پسرم مصطفی تنها جون دلم، تو رو خیلی دوست دارم، خیلی. پلین، آیلی، مته، عثمان، اونا رو خیلی دوست داشتم، خیلی دوستشون دارم، ولی نتونستم بهشون ابراز کنم چون من آدم بدبختی هستم پسرم، خیلی بدبخت. زندگیم پر از پشیمونیه. کاش جمیله مادر تو بود پسرم. من آدم خوشبختی میشدم. باور کن پسرم، همه چی فرق میکرد. خیلی فرق میکرد. نه نه پسر عزیزم، جون دلم. مته پسرم، اگه گناهکار باشه و زندانی بشه چند وقت تو زندان میمونه؟ جمیله خانم به این چیزا فکر نکنین، برای این فکر هنوز زوده. خیلی نگرانم، همش فکرهای بد تو سرم میاد. نگران نباشین، هر اتفاقی بیفته کمکتون میکنم. آقا ندیم، همون جوری که قبلا گفتم، اگه نسبت به من، یعنی اگه کمکاتون به همین دلیله که جمیله خانم، من هم این کار رو به خاطر انسانی که تو شرایط بدی هست انجام میدم. لطفا فکر بدی نکنی. باشه. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. سلام جمیله. صبح بخیر. خبری نشده؟ نه. مصطفی چطوره؟ تبش پایین اومد؟ آره خوبه، بهتره. خدا رو شکر، نگرانش شدم. آقا ندیم من اینجام، شما اگه بخواین میتونین برین سر کارتون، ما مزاحمتون نباشیم. خیلی ازتون ممنونم، خیلی زحمت کشیدی. اگه به کمکم نیاز بود حتما خبرم کنی. ممنون. روز بخیر. خداحافظ. روزتون بخیر. روز بخیر.
یه چای بهمون میدی؟ عزیزم هر کی راجع به مته چیزی گفت گوش نده باشه؟ باشه. آفرین. برو به سلامت. به سلامت بره کوچولوی من. مامان بزرگ، منم میرم پیش بابا اینا. سهرا تو اتاق خوابه، بیدار شد قضاشو بهش بده باشه؟ باشه دخترم، شما بریم به کارتون. منم باهات میام پلین. آیلین. آیلین من دیشب به دکتر تاروک زنگ زدم. خب یه چند دقیقه دیگه میاد اینجا. چرا؟ آیلین چون میخواد ببرتت پیش یه دکتر دیگه تا ماینت کنه. آبجی نمیخوام، من از دستش دلخورم، گفته بودم به مامان چیزی نگم و گفت. روز بخیر. آقا تاروک اینجا چی کار میکنین؟ من دیگه نمیخوام ببینمتون. آیلین خانم شما به قولتون عمل نکردین، چیزی که میخواستم پلهون بمونه رو به مادرم گفتین. آیلین اینجوری نکن، حقیقت تلخه، اما هر کی دیگه بود همین کارو میکرد. دخترم، آقا تاروک کار درستی انجام دادن. آفرین آقا تاروک. آیلین عزیز دلم، ما رو ناراحت نکن، برو حاضر شو. ببین آقا تاروک هم تا اینجا اومده، شاید این دکتر یه چیز دیگه ای بگه، چه میدونم، شاید یه راه درمان بهتری پیدا کنه. خواهش میکنم. خواهش. آیلین خانم به فکر خودتون نیستین باشه، اما بچه‌تون چی؟ به فکر اونم نیستین؟ خواهر جون برو حاضر شو لطفا. باشه من آماده شم. علامیت مامانم هم میخواست بیاد اما خب من میرم دنبالش، منتظر مته است، نمیدونم چی شد. میریم پیش جمیله خانم ببینیم وضعیت چطوره، اگه خواستن با من میان. باشه باشه. پلین اومد. آقا تاروک و آیلینم باهاشن. پلین مامان، آقا تاروک و آیلینم اومدن، تو ماشینن. آقا تاروک برای آیلین از دکتر وقت گرفته، گفتم شاید تو هم بخوای باهاشون بری. چی کار میکنی؟ باشه باشه علی، تو اینجا بمون، من باهاشون میرم. باشه جمیله بذار منم بیام. پلین تو بمون اینجا، من با مامانت برم، برگشتنی میام. هر جور راحتی. باشه باشه دخترم. باشه شما برین. من متوجه نمیشم، ما چرا اومدیم پیش متخصص قلب؟ جمیله خانم اجازه بدین براتون توضیح بدم، وضعیت آیلین خانم فرق میکنه، به خاطر همینم اینجا هستیم، دکتر خودش معاینه میکنه، بعدش هم همه چی رو بهتون توضیح میده. خب آقای دکتر نمیخواین چیزی بگین؟ من جواب آزمایش ها و تستایی که آقا تارو گرفته بودن رو بررسی کردم و با بررسی آزمایش های جدید میتونم تشخیص قبلی که دادن رو تایید کنم. یعنی نباید بچه رو به دنیا بیاره، ریسک مرگ داره، درست آقای دکتر؟ بذارین اول در مورد بیماری آیلین خانم توضیح مختصری بدم. تا جایی که میدونم دلیل این بیماری آیلین خانم افتادنشون از پله ها هستش که فکر کنم اولین عوارضش هم این بوده که سرگیجه داشته.
این یکی از نشونه های این بیماریه. اینجوری خودشو نشون میده. بیماری آیلین خانوم بیماری به اسم آمورتیسم هست. برای همین حاملگی آیلین خانوم خیلی خطر داره. اما چیزی که من میگم اینه که ریسکش 100% نیست و امکان داره که با درمان حالشون بهتر بشه. یعنی بچه‌مو به دنیا بیارم؟ بله، این شانسو داری. اما آقای دکتر قبلا بهمون گفتن زایمانش خیلی خطر داره، خدایی نکرده منجر به مرگش میشه. من نمیتونم بگم ریسک نداره، اما ناامیدتونم نمی کنم. اگه میخواین من به درمان ادامه بدم، لطفاً این آزمایش ها رو انجام بدین و بیاد. آیلین دخترم ببین، دکتر بازم گفت این یه ریسکه. آره، اما گفت امیدی هم هست. اما گفت خطرم داره. خب گفت میتونی معالجه کنی، منم معالجه میشم و بچه‌مو به دنیا میارم. آیلین مامان بی خودی اصرار نکن، من معالجه میشم و بچه‌مو به دنیا میارم. آیلین خانم، حالا که تا بیمارستان اومدین، اگه بخواییم میتونیم آزمایش رو انجام بدیم. درسته، باشه. من میرم آزمایش بدم، شما بریم. جمیلی خانم شما بریم، من پیش آیلین خانم میمونم، میریم آزمایش رو انجام میدیم. تازه بهتره شما برید پیش مته، خیالتونم راحت باشه، آیلین خانم پیش من امانت. ازتون واقعا ممنونم. باید حرف بزنیم. سونل خان، ازتون به گلای خانم شکایت میکنم، گفته بودم نیان اما بازم حرفم رو گوش نکرد. سلیمان میتونم بهت بگم مامان؟ نه خیر. زود باش برو به جمیل خانم اینا موضوع رو بگو. بیماری آیلین مربوط به یه رگ تو قلبشه که تنگ شده. تو حالت عادی اصلا خطری نداره، فقط زمانی خطرناکه که زایمانش سخت باشه. خدا نکنه. دکتر گفت میتونیم معالجش کنیم. پس آیلین خوشحال شد. خیلی خوشحال شد. بازم سلیمان اومد. سلیمان باز تو چرا اومدی اینجا ها؟ علی آقا آروم باش. مگه ما به تو نگفتیم نمیخوایم ببینیمتون؟ برو با اون سونه رو بگو دیگه اینجا نیا سلیمان. میخوام چیز مهمی بگم. گم شو سلیمان. علی تو رو خدا. در مورد مته است. سلیمان چی درباره مته میدونی بگو. بشینین، خواهش میکنم. سلیمان بگو دیگه. یه شاهد داریم که جنایت حقی رو دیده. کیه؟ پسر یه راننده کامیون که اون روز اونجا بوده. تو از کجا میدونی؟ تحقیق کردم و فهمیدم بچه جنایتو دیده. تو با بچه حرف زدی؟ چیزی گفته؟ فعلا که نه، اما فردا بعد از ظهر قراره بیان تو پمپ بنزین خارج از شهر. اگه
به پلیس خبر بدیم بچه رو میبرن و بازجویش میکنن و اون موقع واقعیت مشخص میشه. فقط یه مشکلی داریم. چه مشکلی؟ هم نهال هم مته میگن ما حقیو کشتیم. معلومه که یکی از اونا داره دروغ میگه. اگه به پلیس خبر بدیم بچه رو میبرن بازجویش میکنن و اون وقته که یکی از اونا باید بره زندان. هم میتونه نهال باشه هم مته. حاضرین با واقعیت رو بروشین؟ به پلیس از بچه چیزی بگم؟ نمیتونیم از حقیقت فرار کنیم. اگه این جنایت رو مته انجام داده باشه باید مکافاتش رو پس بده. نمیتونیم کاری بکنیم. آره بگو. پس من میرم.